جناب رزاقی، کسانی که این سوال دومه، کسانی که در امریکا هیچ درآمدی ندارن، مثل افراد کسانی که بازنشسته بودن در ایران و اومدن، مثل پدر مادرها اومدن و در امریکا دارن زندگی کنن ولی هیچ درآمدی در امریکا ندارن، اما تمام خرج زندگیشون رو از ایران میارن، حالا یا خونه ای اجاره دادن یا بیزینسی داشتن و یا اینکه اصلا بازنشسته شدن، حقوق بازنشستگیشون رو میارن اینجا، اونا به چه نحوی هستش برای فایل کردنشون؟ ببینید، اینها اول از همه بایستی که به هر حال مراقب مسائل اوفک باشن، یعنی کاری این وسط باید خیلی مراقب باشن که مقررات اوفک رو نقض نکنن با داشتن حالا بیزینس یا نقل و انتقال پول بین آمریکا و ایران و اینا. اونا یعنی مسائل اوفکیش به کنار به لحاظ مقررات سانکشن ها و تحریم ها، ولی از نظر مقررات IRS ایرادی از نظر چیز وجود نداره. شما تکس میدونید در آمریکا اصطلاحاً گلوبالی هست، یعنی شما هر جای دنیا اگر رزیدنت آمریکا باشید یا سیتیزن آمریکا باشید، در داخل آمریکا به هر حال زندگی بکنید، هر جای دنیا هر مبلغی پول در بیارید باید مالیاتش رو بدید. مقررات مخصوص خودش هم داره. اگه شما مثلا مالیات این پول رو تو اون کشوری که این پول رو درآوردید دادید، تا یه مبلغی میتونید تکس کردیت بگیرید بابت اون مبلغی که مالیات قبلا روش دادید و حالا وارد اون جزئیاتش نمیشیم، ولی این افراد هم به هر حال در تکس ریترنشون درآمدشون رو باید اعلام بکنن و موظف هستن که اون درآمد رو دارن. حالا بازنشستن یا یه مثلا خونه اجاره دادن، اجارش رو میگیرن، هرچی که هستش به هر حال باید اعلام بکنن اینجا. و نکته قابل توجه هم این استش که IRS نرخ تبدیل ارزهای خارجی به صورت رسمی نداره، یعنی هیچ جدولی IRS نداره که بگه ما امروز مثلا قیمت هر دلار آمریکا رو در مثلا مقابل ریال ایران اینقدر حساب میکنیم. بنابراین اون تبدیلش که به چه مبلغی باشه، این در اختیار خود اون مادی مالیاتی هست، اون کسی که داره فایل میکنه هستش. و بنابراین حالا میخواید دلار نمیدونم 12,000 تومان حساب کنید یا دلاری که خود دولت تو ایران هر قیمتی میذاره حساب بکنید، اون یه بحث جداگانه ایه. ولی به هر حال اون درآمد هر چه که هست و به هر مقداری که به هر حال آخر سر تبدیل بشه به دلار، بایستی که اعلام بشه به IRS.